انجینیر محمد خان معاون اول دکتر عبدالله عبدالله نامزد ریاست جمهوری آقای محمد خان در سال 1330 در ولسوالی قرباغ ولایت غزنی زاده شده و تحصیلاتش را تا سطح لیسانس در رشته برق در دانشکده انجینیری دانشگاه کابل به پایان رسانیده است انجینیر محمد خان پس از کودتای هفتم سور 1358 به جهاد آغاز کرده است آقای محمد خان در زمان جهاد به عنوان آمر مجاهدین قسمت های مرکزی کابل و عضو شورای اجرایوی حزب اسلامی فعالیت کرده است. انجینیر محمد خان در سال 1384 پس از پیروزی در انتخابات پارلمانی وارد مجلس نمایندگان شده و به حیث رئیس کمیسیون مخابرات و مواصلات در مجلس نمایندگان کشور ایفای وظیفه نموده است. انجینیر محمد خان در حال حاضر معاون حزب اسلامی نیز است. سپاسگزار استم انجینیر صاحب ازی که فرصت گفتگو را مساعد ساختین و تشریف آوردین اجازه بدین که ازی آغاز بکنیم که شما به نمایندگی از حزب اسلامی افغانستان در ای تکت انتخاباتی و در ای جمع به خاطر کارزارهای انتخاباتی معرفی شدین و چه اشتراکتان با حزب وحدت اسلامی و حزب جمعیت اسلامی که در گذشته ها در جنگهای داخلی به گونه درگیر بودند چی بود که ای بار آمدن در کنار هم به خاطر یک مبارزه سیاسی استاد شدن؟ بسم الله الرحمن الرحیم تشکر از شما دقیق است که وجوهات اشتراک ما با جمعیت اسلامی با وحدت اسلامی با دیګ احزاب جهادی خيل جرب است اېک بار شي کاست کومونستا بعد په قدرت رسیدن مجاهدین به تاسف عمیق دربین مجاهدین یو سلسله مشکلات پیدا شو ای به معني ازی نی س کی افغانستان همیشه بین انمي مجاهدين بین انمي ملت بین اقوام مختلف همیشه باید سانا جنگ باش جنا د وختش تیر شد خاتمه پیدا کد و ما متاسف هسیم ب ک او جنا د او وقت صرت ک فلا زب اسلامي افغانستان با جمة اسلام نظ ه ودة سا تنظم ج سالها متمادي در سنه جهاد سنه برون سنها جهاد ب هم اشنا بود ديد د ي کلیه کې ديګر نظر به افغانستان نظر به آینده دربارې حکومت خوب بلد داشتیم او ما بین خود مشکلاته را کم و مشتراکات خيل زیاد او عميق داشتیم در مسائل ملی تمام ملت افغانستان اونم وای کې مشترات زاد ديد دار بهم يجا مش اتهاد تشل مت و ب سوي انتخابات شمر وما ب اه هم اهزاب جهادي خاصة نم دوستا ا ي اتحاد تشل دادم س تنظيم هم خلاصه نمش د تنظیمای حزب او جمعیت او وحدت خلاص نه میشه بلک تنظیمای دیګي کی شهادت پسنها شما خبر شوینه با وونه هم هم نظر مستیم او وونه هم ان شاء الله د نیم محور جنم شونو یخ ځای با هم بسوی انتخابات نره جناب انجنیر صاحب شما گفتین کی به خاطر جنگ ها او مشکلات کی پس از شکست رژیم کمونیستی در افغانستان اتفاق افتاد به خاطر او متاسف هستین اما این تاسف کردن کسان را که قربانی پرداختن شهید شدن از بین رفتن در این مدت خانه هایشان و ایران شد فکر میکنین کار ساخته میتونه برای امروز پاسخ شما به خاطر این اطلاف که آمدین در کنار هم امروز استاده شدین به خاطر یک مبارزه سیاسی پاسختان به او افراد چی است؟ در مسائل اجتماعی بدبینی ها خصومت ها، دشمنی ها، در هر مقطع زمانی وله هرقدر واختار از بین بره ینه می بهتر او به نفع اطراف او به نفع کله ملت افغانستان شوما د جریاناستین یا ملت افغانستان د جریاناست بعد از شکست کمیونیستا او امیلی مختلف بیرونی او داخلي دسته به هم دادند کی متاصفانه باید مجاهدین یک سلسله مشکلات پیدا شود ولی یانمی مجاهدین بودند کی اضافه تر از یک دهه در پالوی هم موازی با هم شریک با هم در ازادی افغانستان سهم فعال و بارز داشته تشکر من آقای محمد خان میخواهم بپرسم کی حسب اسلامی که امروز ثبت شده هست در نظام جدید با حزب اسلامی که آقای حکمتیار امروز رهبریش را داره چقدر تفاوت داره و چقدر اشتراک داره حزب اسلامی افغانستان تحت رهبری جناب وزیر صاحب اقتصاد عبدالله دیار مطابق مرام و پالیسی و اساس نامایی که از قبل حزب اسلامی داشته مطابق از او در وزارت عدالیه راجه سر شده و فعالیت های سیاسی خود پیش می بره و پیوند کنه جنابی... کردین با حزب اسلامی که حالا هم از صرف آقای اکمتیار رهبری می جناب آقای اکمتیار رهبری جهادی آ... بو... عمری دراځي رهبر حزب اسلامي افغانستان او امير حزب اسلامي افغانستان و برادر بزرگ مابوده او فعلا متاسفانه با مشکلاتي کې با جامعايي جهاني و يا سلسله مشڪلات هاي با نظامدار پاليسي مخالفت با نظام اختيار كرده و شما د جریانات هرټن زميکي در وزارت عدالتيا ثبت راجستر مې شې اگر با ګروپ هاي مصالحه تماس او ارتباط او روابط هم نوایي داشته باشه قانونا حق ندره د افغانستان بل با هيسي تنظيمي رسمي کار هاي خوده پیښ بوارم ما در کار هاي که فعلا در افغانستان در سیاست افغانستان در نظام افغانستان فعلا ما شریک نظام هستیم و رئیس رئیس که آقای حکمتیار داره شما ندارین اون نداره. از حزب اسلامی و اونان یک حزب نام برده میشه که ایدئولوژیشان را همو فکرشان را هیچ وقت رها نمیکنن اگر قرار باشه که حزب اسلامی که توسط آقای اکمتیار بنا نهاده شد شما هم عضوش بودین و امروز به نمایندگی از همو حزب آمدین در نظام و در ای تکت انتخاباتی نمایندگی میکنین اگر ای حرف مردم واقعیت باشه و همی برداشت درست باشه که شما از ایدیولوژی خودتان هیچ وقت پیوند کنده نمیتانین پس انوز هم شما هم عقیده و هم ایدیولوژی با آقای اکمتیار هستین آ, ما نمیفهم سوال عجیب اس کې شما کردن آ, مجاهدین به اساس حکم خدا مطابق شریعت اسلامي در افغانستان جهاد کردن مسلمان هست معتقد استن مؤمن بهیشت معلوم است کی قرآن اظیموشان است و به هیچ سورت د هی، هیچ حالت از ایدیالوژی خود نمیګرده مردوم تعبیرات غلطه میکنه درست. غلط تعبیر میکنه به ideology ما ideology islami's maramname imam maramname islami's policy ما policy islami's wonamo policy ما wonamo maramname ma wonamo asasaname ma ki islami's dar vazarat adalia saftas راجيستار اسو ما مطابق ازو بلد. پیش مېریم و ایر نه و ایر یعنی مر تاخير جواب بان ایر معناونه سخته یا سابق موجود بود ما مطابق ازو کارای خوده پیش میبریم ان جې تعبیرات کی از ایدیالوجی خود نمیګردا دقیقه است ما به هیچ وخت از ایدیالوجی خود نمیګرنیم ولی فقط امی پالیسی کی مخالفت با نظام است و در نظام بودن است پالیسی جنگ و مخالفت مخ... مخالفتی مسلحانه با نظام است و ما در داخل نظام اگر با اجراعات نظام مخالفت داریم به حیثی نقد سیاسی و را نقد میکنیم نه پالیسی جنگی بله شما می مبارزه تان از راه سیاسی باشد سیاسی پیش ببریم ولی که مردم, مردم میگه که اعضای حزب اسلامی از ایدئولوژی خود نمیگردند دقیق است ولی نباید تعبیر شود با جنگ ممتد و دوامدار و میشه آقای محمد خان بعضی از باورهایی را که آقای اکمتیار داره مثلا چند پیش اعلامیه ای که منصوب شد به آقای اکمتیار ده او اعلامیه از رشد تحصیل و رشد جمعیت و یا مردم هزاره یا اهل تشیع ابراز نگرانی کرد و گفت اینا باید سرکوب شوند حالا در این موارد چقدر شما هم عقیده و هم فکر با آقای حکمتیار هستین شما ببینین یگانه تنظیم یعنی یکی از تنظیمان نمیگم بلکه خیلی با صراحت میگم یگانه تنظیمی که در افغانستان همه اقوام همی زبانهاره همی سمتهاره در جمې خود دارن در پالوي خود دارن اعزاش د دا او مناطق اس او حزب اسلامي افغانستان اس ما د ای رابطه تبصره نمیکنم آ... باوریم نمیایه کې آ... حکمتیار صاب ګفته باشه کې ازارا باید سرکوب شوه ولی... ا اظهارات تی افرات چې ما هیڅ بازم میګم باورم نه میا تا پالیسی تا مرام تا اساسنامه ی اک تنظیم تفاووت میکنه <melodie> و تا جای کی سوال به ما راجیس ما نثنا هزارره بلکې هیڅ قوم در افغانستان هیڅ سمته هیڅ ژبانه در افغانستان ام... اراده او تصمیمي سرکوبي ش نه داريم و اينميره دو راه انصاف ميګيم چې يک يک قوم او يک سمت او يک زبانو بلاخره سرکوب شوه افغانستان خانه مشترکه همه اقوام او همه کس چې تا تذکيرهي طبيعت افغانستانه داره مساويانه در خاک و جغرافیا و قوانین افغانستان هم حق دارن هم مسئولیت دارن و هم او باید مستفید شون مثلا درست شما در قسمت دموکراسی و آزادی بیان دیدگاهتان چی هست چقدر در کدام محدوده میپذیرین باز هم سوال عجیب بیست که یگانه تنظیمی که یکی از, از, از آ... زواهر دیموکراسي آ... حکومت په اساس انتخابه تبديل قدرت انتقال قدرت از یو دست به بد... بلې سيګه په اساس انتخابه است او بعض هم تنظيمي کې په هيڅ مرام او پاليسي او عقيده سياسي خود دارا ونه او حزب اسلاميست کې هم در داخلي حزب اسلامي وهم به سطح ملتو حکمت به انتخابات معتقد هستم بهترين رويس شورا چه در داخل اهذاب است ک تا, تا او اهزاب امو ریاست اهذاب از میراثي شدن خلاص شوه و هم به سطح ملتو مملکات ک باد انتخابات نهادينه باش زادي بان زررش ب درا نرسه ادي بان معتقدات اسلامي ر زеرفا نкنه зادي بان تعرض شخصي ب شخص ب قوم ب гرو نباشа د حد بهترиن кار ا و خوشبختانه افغانستان بهر نظر داشتی مشکلاتی کې داشته او متاسفانه نتانستا زم امکاناتي وافری کې بدسترسي نیمه حکومت او نیمه ملت بود استفاده کنه ولی ییکی از دستور دایس یانې ازادي بیان داس کې درې یا نه شما از نویت فعالیت رسانه ها در کشور و آزادی بیان که امروز در این حد وجود داره شما راضی هستین و این روی کرده حکومت بر شما قابل پذیرش هست در این مورد آزادی بیان بلی ولی ببینین بعض نشارات رسانه ها نمیگم در مجموع ولی از بعض رسانه ها هم نوایی با فرهنگ ما داره. همنواي به معتقدات ما متاسفانه نداره دې رابطه هم پارلمان هم شورا یو علما بار بار راجیب پخښ او نشري بعضي سريال هاي گمراه كون نظريه اتخه به حکومت او بري سي دولت داشته اند چې اندازا مثمر واقع شو د تا چې انداز نه شما هم دیدې بله او اگر شما به پیروي برسئ تمه شما با همچون مسائلی که در رسانه ها پخش میشه شما چی خواهید کرد؟ با رسانه ها با ازادیش با نقدش باید ارج گذاشته شود ولی ارجی که احساسات ملت متدین افغانستان جریح دار نسازه و اینمی دمی چوکات تمام ازادی بیان و نقد و а др к мврд وнмو брاдараи ки аз рсонههاи مхталиف مеран مсاба مегиран рапوр مегиран филм مегиран д баض جاه متفاна мрди خшوнат واқع мешан با کلی باید مسئولیت ازوا حفظ باشه آقای انجینیر یکی از مسائلی که در افغانستان خیلی زیاد مهم است موضوع صلح است ما می بینیم که برنامه های صلح نظام در دوازده سیزده سال گذشته با ناکامی مواجه شده و یکی از چیزایی را که در اینجا عنوان میکنن تعریف از دشمن هست تعریف شما از طالب چی است؟ طالب یعنی کی؟ صلح چند مراحل داره برای سلها اول باید اراده سیاسی موجود باشد تا جایی که اجراعات فیله را ما میبینیم متاسفانه برای آوردن صلحه اراده سیاسی کمتر دیده میشه این اراده سیاسی از طرف خود حکومت وجود نداشته و یا هم از طرف شرکای جهانی حکومت تقریباً کلشان دلست. و در قدم دوم امیسادای صلحه هر زماني کې از طرف جانب مقابل لهبیک ګفته شد بعد از او سرې شرایط کی شرایط باید خیلي صهل باشه نه شرایط زیقو به معنا نف صلحه ام اقای محمد خان در این مدت که حکومت یک سره صدا کردن و صدای صلح را بلند کرد از طرف جانب مقابل لبای گفته نشد در این صورت با جانب مقابل به نظر شما چه معامله باید صورت بگیرد؟ ببینین ما که صلح میگیم هر افغانی که متمایل به صلح باشه هر افغان باید. که فعلا در مخالفت نظامی به نظام افغانستان واقعی است کی متمایل به صلحه باشه باید خطی از او صلحه سرعت بگیره ولی با کسی که متمایل نبود چی خب او یعنی یعنی د ای رابطه باز پیش رفتن وقت است وقت است خب اگر قرار باشه شما پیروز شوین با طالبایی که به صدای صلح تا به حال لبیک نگفتن و صدای شما را هم بی پاسخ خواهند گذاشت و همی با همی عمل عملکردایشان که فعلا به نظام پاسخ میتن با شما هم پاسخ بدن چی میگن هر کسی که صلح را نمی پذیره با نظام در تقابل باشه در تقابل مصالحانه بالای پلیس و مکاتب و افراد و اساتید اینمی ملت حمله ها میکنه هر حکومتی که باشه چی ما در و حکومت باشیم چه هر کسی دیگه که باشه او مکلفیت داره که از اتباعی که در داخل نظام شریک هستن از اونمو باید دفاع کنن بله و مشخصا اگر قرار باشه پیروز شوین با آقای حکمتیار که در گذشته رهبر عزب شما بوده و شما در او عزب و داشتین و عنوان شما پیشتر گفتن برادر کلان شما بوده څه мекунен бо آقای حکمت یار خوشبختانه د رابطه با آقای حکمت یار کسی کی ګروپی کی حزبې کی اضافه تر متمایل به صلح است و چندین مرتبہ حياتای خود مکرر روان کرده او نه مو حکمت یار سر بوده شما در جریان هستین برها اضافه تر از نوزد او بست مرتبه حیاتای ازوا امده انجه با رئیس ساب دولت با شورا صلحه با افرادو شخصیتها سیاسي دید ودیدو ملاقات داشته شاید د رابطه با اونا انمي ګفته شوه کې امدنو پس باز تعقیب نکدن ول تعقیب باید از طرف دولت باشه چون اونما متمایل به سلحه است پایرام ای سول خراب خود داران حياته را... هم حملات را که د افغانستان صورت میگیره بخش از ino را آقای حکمتیا و حزبش مسولیتش میپذیرن ف... فکر میکنم کی تازه مانی کی دولت با گروپهای مصالح مخالف نظام به یک نتیجه نهایی نرسات تا باندې مشکلات ها موجود است ولی کم از کم غوا متمایل سن بسوله و ما حتی برای صاحب دولت د می حالات فعلی هم مشورات راجم کی صلح را با طالبان همیشه عنوان کدين در حالي کی هیڅ وخت یک پاسخ وختانه مثبت نلارا و نه موغي کی پاسخ مثبت تاده کم از کم قت ازوا و بد پیش برين که هم یک نمونه شو یک مثال شو که دولت کسایی که آماده به صلح هستن با خود میپذیرند میارند اما دولت که پذیرفته نماینده هایشان را آمدن در اینجا در ارگ جا دادن با اونا صحبت کردند اما شرایط را که اونا مگذارن این شرایط را حکومت افغانستان ممکن است به نفع کشور در حالت کنونی نمیبینن. اگر متمایل واقعا به صلح باشند پس از پیش شرط که صلح را عملا نفی می صرف نظر کنند تشکر و آقای انجینیر آخرین پرسش از شما این که نو نظام را که شما علاقمند هستین پس از پیروزی تا اگر پیروز شدین او نو نظام را پیاده بکنین چی هست؟ نو نظام قانون اساسی برای ما چرچوبیش نشاندهی کرده یکی نظرات شخصی است ب در نظرات شخصی فکر میکنوم بر افغانستان نظامی پارلمانی از نظام ریاستتی کړه بهت تر است ولی چه وخت هر وخت کی نمائندگان منتخب ملت افغانستان در لوې جرګه قانوني اساسی را تغیر دادند و نظام ریاستتی را به پارلمانی خوش کدن دادن و اگر باز هم لوی جرگه قانونی افغانستان دایر شد و ایوازی نظام پارلمانی نظام ریاستی را قبول کردن ما فعلا که قانون اساسی را می پذیریم مطابق همی... محمد خان معاون اول دکتر عبدالله عبدالله نامزد انتخابات ریاست جمهوری از این که ما گفتگو حاضر شدیم و سپاس از شما که برنامه را دنبال کردین تا دیدار دیگر خدا نگهدار